أتيتك يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستون وبرادران عزيز، الله سبحانه وتعالى الله منون برای جمله مسلمانانی که بیمار هستند، الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرمایه. برادران عزیز، بسیاری از آموزهان بخشش که معذرت زیاد که این حال خدم در جین درآمدگی خوانده نمیتوانم و دعاگو باشین که الله شفای کامل و عاجل عطا کنه برای هر یک مسلمان و انشاءالله که خدمت سفر داریم به دیگه شهر را تا اینکه یکان قاری خوب پیدا کنیم، جن خون خوب باشه بخونه جن ایمان ببرو را، پس آن انشاءالله که ما در خدمت خلق خدا باشیم. از همتون خواهش انشاءالله با دعا باشیم. خداوند برادرانی که بیمار هستن، اپا و خوارای که سهر جادشون که اگن، الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرمایه. و بسیاری به حالتی که مثل در حالت جن خانی میبینیم، بعضی فرض پدرها مادرها فرزندهای خود را سحر و جادو کرده گستن، یعنی به خاطر آنه که از یعنی از کهلین خود جدا شوند. یعنی مادامی که شما صراحتا گفته نمیتوانین که پسر جان من همون کهلین شما برای ما پسر نیست، جواب شبته خیلی که گفته نمیتوانین، پیش اون ساحران نروین، پیش اون جادوگران نروین، این کارها را نکنین، یعنی برای فرزندی خود چنان ضرر میرسانین که از او ده به قتلش برسانین و برای آسانتر میغلطه. یعنی بیچاره چنان عذاب میکشه. یکمش که ضرر سحر و جادو انسان سلامتش دست میگیره، دیم ضررش انسان از ذکر یاد عبادت الله دور میکنه. وقتی که شما پیش ساحرها رفتین، خیال میکنین که اونها کار شما رو حل میکنن. نه والله بالله تالله که کار شما رو چند برابر دشوارتر میکنن، وزنینتر میکنن. اینها یعنی بگیم شاگردهای شیطان هستن، اون ساحرها، اون جادوگرها. کدام شیطان یعنی برای تو کار خوب میکرده است؟ مادامی که شیطان الله را اطاعت نکرد، بنده خدا را از کجا اطاعت میکنه؟ و هم خاطر برادران عزیز، اپا و خواهر، برای یک چیزی دنیا شما یعنی نامه اعمال خود را پر از گناه نکنین، خود را مشرک مگردانین به خاطر بعضی عملهای چیزی دنیا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی مرأة صالحة، هی زوجة صالحة. دنیا به مثل یک متاع است، به مثل یک توشه است، و بهترین چیز همین دنیا یک زنک صالحه است، یعنی زنی صالحه. به خاطر اپا و خوهرها خودتان را از جمله صالحیان بگردانین، بشی ساحران رین. وقتی که اکثریت اپا و خوهرها که وقتی شوهرشون زنی دیوم که میگیرن، اینا در روی کده پیش سحر و جادو میرن که شوهر ما یکم کرفیم که یعنی زنش طلاق کنن. وقتی که شما اخل میکنین، خدا هم از شوهر میگیرتونه که همون معامله که میکرد، هم ای شوهر میگیرتونه هم ای یاردمش. یعنی بعضی رو بود جدا میشن و بعد جادوگری سر میکنن، حال ما ایره نشان میتونم چکو کردنش در کار. انا فکر نمیکنین که همون بر میگرده بر سوی شما. چگونه ای کردی همون را انتظار باش و بر میگرده. و اون خاطر پیش از آنی که اگر کار میکنین، اول فکر کنین که آینده همی چی میشه، آیندهش به چی میاره شما را، آیا فایده داره یا ضرر. پیش از آن کار میکنین خونه میسازین، مشورت میکنین با اگر کس دیگه که هم کار کنیم خونه بسودیم، چه خیلی بسودیم، چه کنیم در کار. ان وقت که پیش ساحران میرین، قطعا کس مشوره کنین،
قطعی کسانی که اون را سحر و جادو کرده گیستن قطعی اونها مشوره کنین که وقتی که ترا سحر و جادو کردن تا چی عذاب ها را دیدین. بعضی ها را مرگ و پشت روش هم یارن چونون عذاب میکشن، نه شب خواب است نه روز خوابن، نه ذکر یاد عبادت الله را کرده میتونن، از پدر و مادر خود دور میشوند. از سبب چی؟ از سبب این سحر و جادو نمیمونش اونها را که عبادت بکنن. وقتها که بالای جای نماز میبراین مثل که کرد میگیر بسیر اونها را، چون لرزشون میگیره، یعنی درون او فر از جین شیطان شده است. وقتی که انسانهایی که پیش سحران میروند، پیش اون جادوگران میروند، اونها یعنی رابطه با جین ها دارن و جین ها گفتگاه پا کنترکت بستگی هستن که چکو کنن. اونها حرکت میکنن که ضرری خود را بر انسانهای خدا برسانن. میگه مطلع ما کشتن است. بسیاری هاش وقتی میپرسیم جنها را به چی خاطر در آمدی کشتن، میگه فلانی ینگش رایی کرد، فلانی یکش رایی کرد، اپا و خوهرش، همسایش. برای چی؟ برای زمین. برای چی؟ برای که دخترش نگیریفت. برای چی؟ برای که خواستن که خونه دی بمانه ینگه، یعنی بگیم شوهرش، دادری شوهرش میگیم یکی شوهرش میکنه بخاطر مچزی خونه که زمین ده بمانه. سبحان الله، از الله شرم کنیم. این روزه میگه که فردا از دنیا میگذاریم، بجوز عمل صالح با همراه خود یکان چیز نمیبریم. والله که وقتی که ما و شما از دنیا میگذاریم بجوز عمل های خیری ما و شما دیگه چیزی با همراه ما نمیره به قبرستان. اگر که خداوند با نصیب ما بگردانه یک کفنی سفید یا نه، همونم الله اعلم، یعنی خدا میدونه. و ما فراموش کرده گستیم در قبرستان ما را چی انتظار است و با همراه ما چی میروه. نه او خانه ها، نه او شانه ها، نه او فرزند های ما و شما با همراه ما قبرستان میروند که بخاطر اونها یعنی ما از ذکر یاد خدا دور شده بودیم. نه اونها الله اعلم که بعد از مرگ ما و شما در حق ما دعا کنن. یعنی ما و شما از فرزندهای خود طلب میکنیم که بعد از مرگ ما در حق ما دعا کنیم. پیش از آنی که از اونها سوال میکنیم، طلب میکنیم، اول خودتان سوال کنیم که برای اونها یکون چی تعلیم داده بدین؟ یعنی از کتاب الله، از سنت های رسول الله یکون چی تعلیم داده بدین که از اونها طلب میکنیم؟ مادامی نکرده باشین چه خیلی طلب میکنیم؟ مادامی که خودتان در حق پدر مادر خود شب روز دعا نکردین، فرزندهای شما در حق شما از کجا دعا میکنن؟ با مخاطر یعنی حرکت اینه که یعنی برای فرزندها مثل غلام نباشیم. فرزندها را تربیه خوب کنیم، بعد از مرگ ما و شما در حق ما و شما دعا بکنم. انشاءالله در آین ویدیو در باره یعنی صدقه جاریه، یک از اونها فرزند صالح هست دعا میکنه، در ویدیوی آین انشاءالله ویدیو میکنیم. یعنی از همتون خواهیش ویدیو را به دیارون برسانین تا اینکه خبردار شن که ما بیمار هستیم. الله برای ما شفای کامل و عاجل عطا فرماید. انشاءالله که در خدمت هستیم. باقی در امان الله. السلام علیکم.